در اکثر کشورها صندوق توسعه ملی به عنوان منبعی برای توسعه پروژه‌های عمرانی و اقتصادی به کار گرفته میشه، ولی در حکومت ولایت فقیه که همه چیز در خدمت حفظ حکومت خامنه‌ایه، نه تنها از این سرمایه برای توسعه عمران و اقتصاد استفاده نمیشه، بلکه بیشتر این سرمایه خرج دزدی‌های حکومت شده، به طوری که الان پولی در این صندوق باقی نمونده. برای بررسی موضوع همراه میشیم با آقای فربد رضانیا، کارشناس اقتصادی. به شما سلام و خوش اومد میگم آقای رضانیا. ابتدا میخواستم در مورد بیانیه اجلاس هفت کشور صنعتی ازتون بپرسم. همونطور که در اخبارم شاهد بودیم، بیانیه روز گذشته از طرف همین وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه جی 7 در ژاپن علیه رژیم ایران و همینطور کره شمالی صادر شد. می‌خواستم بدونیم که این بیانیه چه اهمیتی داره و خلاصه چه محدودیت‌های جدیدی رو به طور مشخص الان برای رژیم ایران ایجاد کرده. بله، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه هموطنانمون و درود می‌فرستم به کانون‌های شورشی در سرتاسر ایران. خدمت شما که عرض کنم، همینجوری که گفتید، جلسه سران وزرای دارایی هفت کشور صنعتی در ژاپن برگزار شد. الان رهبرای این هفت کشور بزرگ صنعتی دنیا توی ژاپن هستن برای این اجلاس و در مورد وضعیت روسیه، در مورد جنگ اوکراین، در مورد کره شمالی، همینطور در مورد چین و به طور خاص در مورد رژیم آخوندی هم بحث و مذاکره کردن. توی این بیانیه‌ای که صادر کردن بعد از اجلاسشون، به طور خاص در مورد رژیم آخوندی میگه که ما شدیداً نگران فعالیت‌ها و تبادلات مالی غیرقانونی هستیم که سرچشمش در رژیم آخوندی و در ایران هست. به طور خاص اینا همینطور از برای تقویت جایگاه همین گروه ویژه اقدام مالی یا FATF تأکید کردن و اینکه موقعیت FATF باید تقویت بشه و وضعیت نقل و انتقالات و تبادلات مالی جهانی باید تحت کنترل بهتر قرار بگیره، علل خصوص در رابطه، به طور خاص در رابطه با رژیم. و بعدم اعلام کردن که به هیچ ترتیبی اجازه نخواهند داد که تحریم‌های وضع شده علیه رژیم تخفیف پیدا کنه یا اینکه رژیم بتونه این تحریم‌ها رو دور بزنه. و قابل ذکر هست که این گروه ویژه اقدام مالی، همین FATF، در حقیقت توسط این گروه هفت کشور بزرگ صنعتی جهان درست شده و همینطور گفتم در اطلاعیه‌شون گفتن که اینکه تحریم جدیدی وضع کردن یا نه، راستش من مطمئن نیستم، ولی به این اشاره کردن که تحریمایی که تاکنون وضع شده علیه رژیم با شدت بیشتری دنبال خواهد شد و همونطور که گفتم اجازه نقض کردن یا دور زدن تحریم ها رو به رژیم نخواهند داد. بله آقای رضانیا، اگه امکان داره در رابطه با خود این صندوق توسعه ملی ایران هم برامون بگید که چه تاریخچه‌ای داره و تا الان چه کارهایی کرده. بله، خدمتتون که عرض کنم، این صندوق توسعه ملی سال 89 در حقیقت درست شد به جای در حقیقت به عنوان بعد از حساب ذخیره ارزی اینا داشتن که سال 79 دوره خاتمی درست شده بود، سال 89 این رو تبدیلش کردن به صندوق توسعه ملی. صندوق توسعه ملی که درست کردن، کشورهای چند کشور دیگه که شاید موفق ترین نمونش در حقیقت نروژ هست، یه تعدادی کشور دیگه هستن که درآمد حاصل از فروش نفتشون رو به جای اینکه تزریق بکنن به اقتصاد و وارد جریان پولی بکنن، اینو در یه صندوق توسعه ملی
سرمایه گذاری میکنن، اونجا نگه میدارن، جلوی وارد شدنش رو به اقتصاد، پولا رو به اقتصاد میگیرن، چون یکی از اولین صدماتی که پولهای نفتی به اقتصاد میتونه بزنه تورم خیلی بالا هست. این همین اتفاق رو در ایران اونایی که همسن و سال من باشن یادشون میاد که از سال 53 به بعد تزریق پولهای نفتی به اقتصاد در دوره سلطنت محمد رضا پهلوی و دوره فساد پهلوی، در حقیقت این سرمایه ها موجب تورم شدید و رشد شدید قیمت ها می شد. این یکی از نظر اقتصادی این کار درستیه که جلوی وارد شدن این پولا رو به بازار داخلی بگیرن. یه تعداد دیگه از کشورها هستن مثل عربستان، دبی، اینا هم به همین ترتیب، چون این سرمایه های بسیار بسیار عظیمی هست، مبلغ هنگفتی پول هست و وارد همینطور که گفتم نه تنها شاید سود نداشته باشه بلکه به وضعیت اقتصادی، البته به اقتصاد سالم، ضربه هم میزنه. حالا توی رژیم آخوندی هم یه همچیزی درست کردن سال 89 که با ظاهرش در حقیقت این بود که برای پسنداز کردن درآمدهای عاید از فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی و که این برای آیندگان باشه. بله. و یه سری اساسنامه و قانون هم براش گذاشتن در مورد چگونگی خرج کردنش. نکته جالبش اینه که این هیئت امنایی داره، رئیس هیئت امناش قرار رئیس جمهور رژیم باشه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، وزیر نفت، دوتا نماینده مجلس، دادستان، همه اینا که جزوش هستن. جالب اینه که اسم ولی فقیه توی اساسنامه این صندوق توسعه نیست و هیئت امناش هم طبق اساسنامه اساسا احتیاج به جواب دادن به ولی فقیه در ظاهر امر نداره، اما همونطوری که میدونیم اصل و اساس این صندوق و خامنه ای تصمیم میگیره که چی کارش بکنه، بقیه شون هم که دیگه کارگزارای ولی فقیه هستن. برای یکی دو تا نمونه خیلی سریع خدمتتون عرض کنم، مثلا سال 98 اینا توی اساسنامه ای که گذاشته بودن قرار بود که سالانه 2% از 2% درآمدهای نفتی که وارد این صندوق میشه اضافه بشه. به این ترتیب در سال 98 باید مقدار پولی که تو این صندوق بود میشد 34% سرمایه هایی که توی این صندوق بود باید میشد از درآمدهای نفتی. خامنه یه دفعه سال 97 اومد گفت که نه، به جای 34% اصلا 20% باشه، به این دلیل که یه مقدار زیادی از درآمدهای نفتی رو احتیاج داشت خرج یه چیز دیگه ای بکنه، خرج تروریسم و سرکوب بکنه. دوره احمدی نژاد اساسا این هیئت امنا رو تعطیل کرد و صندوق توسعه رو همون دوره هم میگفتن خالی شده، منتها انداختنش گردن احمدی نژاد. الان که صندوق توسعهشون خالیه میندازن گردن مثلا رئیسی یا گردن روحانی. واقعیت اینه که کنترل این صندوق در اساسش و به طور کلی تحت کنترل شخص خامنه ای و مافیای خامنه ای هست و بقیهشون دیگه فقط اسم هستن و ظاهر هست. بله. که چی کار میکنن و چی کار نمیکنن. آقای رضانیا، پس صحبت از مبلغ هنگفتی از پول هستش که شما بهش اشاره کردین، ولی الان تو خبرها اومده که تو صندوق توسعه ملی ایران پولی باقی نمونده. این پولا به هر حال قرار بوده برای توسعه پروژه های عمرانی اقتصادی کشور به کار بره، خرج چه چیزایی شده که الان اعلام میکنن که پولی خلاصه تو صندوقا نیستش؟ بله، این غضنفری رئیس همین صندوق توسعه گفته که هیچی پول تو این نیست، 150 میلیارد دلار پول بوده. بله. 100 میلیاردش رو دولت ها خوردن، 40 میلیاردش هم به عنوان هزینه کردیم این ور اون ور، هیچیش نمونده. حالا در جواب این سوال شما باید بگم که یک جوکی اون موقع ها میگفتن به هم میرسید به این که پیدا کنید پرتقال فروش را، میگفتن که پرتقال معلمه داشت مطلب میگفت، مسئله میگفت برای شاگرد ها، گفت پرتقال فروشی پرتقال خرید کیلوی 1 تومن، فروخت کیلوی 3 تومن و کیلوی 2 تومن سود کرد. بعدید همه رو گفته دیگه به عنوان سوال گفت پیدا کنید پرتقال فروش را.
حالا این هم واقعا همینطور که شما گفتین، هیچ پروژه عمرانی، هیچ سازندگی در هیچ جای کشور اتفاق نیفتاده در طول این سالها. در نتیجه خرجی که شده این 140 میلیارد جایی که رفته، هر جا که رفته باشه، خرج توسعه و عمران و سازندگی در حقیقت نشده، بلکه خرج چی شده؟ این پولا خرج تروریسم شده، خرج دستگاه عریض و طویل سرکوب شده. رژیم بالاخره به مزدوراش باید پول بده، به مزدورای خارج کشوریش باید پول بده، به دستگاه تبلیغاتی و رسانه‌ایش چه در داخل کشور چه در خارج باید پول بده. حزب الله لبنان هست، حوثی‌های یمن هستن، مزدوراش توی عراق هستن، مزدوراش توی منطقه هستن، و اینا همه خرج داره، به علاوه دزدی‌ها و دزدی‌های کلان سران رژیم، از اون مزدوری که توی خیابون به مردم شلیک میکنه تا میره میشه رئیس مجلس، تا میشه رئیس جمهورش، تا میشه فرمانده سپاهش. اینا هی حقوقشون، مقدار پولی که به اینا باید بده و پولی که میخورن برای سرکوب، در حقیقت بیشتر و بیشتر میشه. این یکی تمام این 140 میلیارد دلار فی الواقع به این سادگیه که همینطور که شما میگید هیچ اثری، حتی توی همین گزارشی که رئیس خود این صندوق میده، میگه من نمیدونم این پولا کجاست، پولا رو بردن، صرف پروژه های ناموفق شده، از این حرفایی که در حقیقت فقط حرف و ظاهر امره. اما توی همه این حملاتی که اینا به هم میکنن، حواسشون به یه نکته هست، این همین رئیس این صندوق توسعه یا نماینده های مجلسشون، این که پای ولی فقیه رو که در حقیقت عامل اصلی و سر فساد هست، اسم اون رو نیارن و ادایی رو در بیارن که مثلا میگم این که دولت روحانی اینجوری کرد، دولت احمدی نژاد اینجوری، از این حرفای چیز. ولی برای مردم ما، برای مردم ایران روشنه که تمام این دستگاه تحت کنترل و سیطره مافیای شخص ولی فقیه هست. تمام این اموالی که به سرقت میره، اموال مردم ایران، همه از این کانال هست. و اگه به این نکته، به این در حقیقت به اندازه فساد الان میگیم 140 میلیارد، به نظر اون میخوام 140 میلیارد دلار خیلی پوله، ولی واقعیت اینه که مقدار دزدی و غارتی که مافیای خامنه ای میکنه به مراتب بیشتر از اینه. یعنی نه فقط سرمایه های کلون صندوق توسعه و فروش نفت و فروش گازو میخوره، بلکه حقوق معلم ها رو میخوره، بلکه حقوق بازنشسته ها رو هم میخوره، بلکه حقوق کارگرای هفت‌تپه. یعنی از هیچ چیز این دستگاه فاسد و این مافیای خامنه ای از هیچ چیز نمیگذره. یعنی مقدار سرقت اموال عمومی که این مافیا میکنه به مراتب بیشتر از 140 میلیارد دلاره. حالا 140 میلیارد دلار فقط یه قلم سپرده های صندوق توسعه بوده، چون نیست، بایدم بگن که نیست، ولی اگر کلشو بخوایم ببینیم شاید 10 برابر 100 برابر بیشتر از این. بله، و تنها با سرنگونی این رژیمه که مردم هم نجات پیدا میکنن. به هر حال با تشکر از شما آقای فرباد رضانیا، کارشناس اقتصادی، که در این گفتگو همراه ما بودید، به سوالات ما پاسخ دادید. منم تشکر میکنم، وقت شما بخیر. خدا نگهدارتون.